ایما ما نه منم میفهمم از همه خب خب جا میاد هم بابا ميار. از تو خونه ما که دیگه ساخت و ساز نیست که جارو میزنی شب اصلا نه یعنی میخواستم تو همین صورت شب اینطوری من از این رومبا ها میخوام بگیرم خودش جا. آره می خودش میره خودش که این بالا که نمیتونه بره آن بالا من احساس میکنم این دسته ولی خیلی گرد و مال هایوییه ولی شما این ام... این, این چوبا اومدی زحمت کشید بالکن ما رو زدید چه کفشو بح... مشکی شده مشکی که نه ولی داشتم کار قاره... گلکاری اینا میکرم یه کمی خیز شد اومدم دستمال بکشم اصلا چرب شد آره آره دستمال چرب آره. شد گریس میاد بالا واقع. من, من, من احساس میکنم لنت ببین به خاطر که توی سینه هست توی سینه کو هستیم سینه همش سرپاینیه همه دارن اینجا ترمز میکنن من خیلی شیه میرم پارتیکل سنگینیه خیلی سنگیم. تو ترمز سنگیم. من فکر میکنم فکر میکنم سنگینه آخه ببین تو الان برو، تو الان علام... برو. برو از اون از اون چیز الکل بزن رو میزی که بیرونه با یه دونه چیز ببین اصلا مشکی 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 جنی چیزی شده این پاتو زدی به زیر پاهم که قرقرکم شد چیزی جیری میکنه دسترکشن فرزاد شما شما نگفتی هفته چطوری بوده اشغال زیاد ها هفته خوبی بود یه واکسنی هم زدیم خدا نگه واکسن کزاز کزاز و واکسن بیماری رو زدیم یادمه یادم میشن همه هفته پیشه اون موقع وقتی که زد از این هیچ شم نیست این یه مثل اگه دیده باشید اون سرنگایی که برای چیز استفاده میشه دیابتی ها انسولین میزنن بله نارنجی رنگ بعد اون لحظه که زد یه لحظه این یک سال جلو چشم سری رفت جان خودم میگه آدم ها میمیرن هم می می فیلم زندگی خیلی عجیب بود که مثلا اصلا چرا اینطوری کیفیت 4K 8K هم الان تو دیگه لخ میتونی <تصفح> تو <تصفح> خیابون قبلش هم حالت میزونستی با زبون هم همه دکمه های آسانسور رو میزنم نه دو هفته طول میکنه عقیم نمی کنه اینشالله که نکنه <تصفح> 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 به ما نگفته بدن دیگه هم نخوان جمعیت گره زمین کم کنه از این طریق 500 نفره الان بیل گیتس میدونه کجا هر شده چی کنه چی تنه فرزاد شریف الان الان در اپیزود ما رو هی بیلی بیلی بوی خودش دیگه نداد اپیزود نمیدونم اه... نداد رفتن بریک دیگه امسال ای دیگه نه آره تو بریک شدیدی هست همه چیز دارن دیگه اوباما داره پادکست آه. اونوش نشنیدم پادکست اون پولیه روی چیزه پاتریون نه ببین رئیس جمهورت سابق وقتی دنبال پول میگن ما نباید یه اپیزود پولی بدیم اون رئیس جمهور رو نیدید چقدر اون پول برد نه نه نمیدونم حالا باید یعنی لاگین میکرد توی کجا آب. بود خدا خب اون آدم حسابیه و حالی آبا. شما آبا. چرا گفتیم از خانه ما کردیم نشستی اینجا این قدیم همه کسی که میشینه لذت میبره دو تا لبخند میزنه نه الان همه تویچ استریم میشه <applause> دو تا لب خم میزنه چه فرق میکنه طرف اومده اینترتین بشه آی گیو یو اینترتینمنت پادکست اون تو اینترتین نمیشه پادکست بیل گیت برای اینترتینمنت نمیری کار اون قسمت تریور نوار دی دیدی که داشت راجعه پادکست پرنس هری و میگن صحبت میکرد آره 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 میگفت آره، اصلا آره. پادکست میفهمی دنیا چه وضعی داره که اونا هم پادکست آره بعد راجعه قضیه اسپانسرشی و تبلیغات میگفت میان دیز میان مثلا میان تبلیغ دوشک میکنه آره اونا هم داستان شده بود زندگیشون داستانیه زرد اونا داستانه هول زندگی اونا زرده ملکه اینو گفته بود ری ریسیزم بود میگن مگه اونا آره میشینه آره. میشین اینا رو میگه مصاحبه با. جدید دیگه؟ با دیگه کشش میکنن که حالا ببین مم. یه جوری فرد آه. و بلند میشه یه ماه پیشه. گفت اونجا نگران رنگ بچه من بودن آره بعد خب به ماچه ولی ببین یه دو, دو هفته همه اعراب نداره همه درگیرشون بوده آره آره میگم خوبی یعنی یه چیز غیر به این کم اهمیتی انقدر توی زبونا میفته اه. همیشه همین جوریه دیگه جالبه دیگه میدونی این جور چیزا رو کمتر کسایی جرئت دارن بیان بگن فکر کن در مورد خالا موست پاورفل فامیلی این ورلد می تو کم غیر از عربا آخه حاشیه یعنی قدرت سیاسی که نداره یه چیز نمادینه آره ولی قدرت چرا میگی نمادینه ولی قدرت دارن چه چه قدرتی دارن خیلی قوی جایگاه, جایگاه دارن دیگه نه جایگاه دارن, جایگاه دارن. پول دارن پول قدرتی قدرت نداره قدرت دیگه, دیگه خیلی خی... خی... دیگه از اون پولدار ترن بیل گیتس و اینا میتونن اونها چندین بار بخرن بفروشن دلیل نمیشه نه. جایگاه دارن ولی اصلا جایگاهش هم اخه معنی نداره دیگه مثلا یه خانواده بهتره بقیه خانواده نه من نمیگم بهتره ولی احساس میکنم مثلا تو اون کشوری که هستن یه سری قسم خورده دارن حالا چه درست چه غلط من نمیگم درسته که طرف قسم خورده شه ولی احساس میکنم کمتر کسی اینا به خاطر ای که میگه ارج و غرب بی خودی آره. 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 تو دست ملکه نمیتونی بذاری دیگه واسه این شوهرش از بیمارستان مرخص شده بود دیدی چند میم راجوش در آره چه که از دادن کوویدو آره ایه. ایه. گفتم آره. چند, چند سن خیلی 90 خورده ای بعد از نوده. بیمارستان اومده و او بیرون عکس ازش چه گرفته چه بودن که بعد من مطمئنم کووید ساخته ای دست انسان بعد ایمتلا... دو روز بعد اکس رو دیدی یارو عین زامبی بود همون موقعش کلی میم در اومده که بابا اینو دوباره باید بستری کنید مثلا بد با نصف کار این چیه جی تو اون سن میرین بابا الان کسایی هستن که تو مثلا سنهای پایین تر میگیرن اینقدر طرف دو ما رفتن دیگه آره همون نه اونایی که حالا شکستش میدن میان بیرون اصلا طرف ترکیده این 90 خورده ای سال با بزای سره طرف این چقدر سالم بوده داروهاشون رو دارن دیگه. اونی که انیمیشن دیرین دیرینو میساختم فوت شد آره امروز نه 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 تهیه کنندش تحقیق. چرا فکر کردم از, از کوفی؟ اون که صدا آره. دو سه روز پیش بستری شد امروز خود شد صدا پیشش نه خود تهیه می دونم به هر از پیش انیمیشن ایران بودن بله مثلا خب اینایی که تو قدرتا دسترسی به یه سری حالا هر تا پزشکی دارن که خب اون مردم ندارن دیگه مثلا ترامپ با اون سلامت جسمانی فوری سر پا شد این, این دو و روزه اومد بیرون این نبرد خود در 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 هر, هر نمونده که می‌خواد بره ونتیلاتور بذارن براش ترامپ حتی خب همین دیگه اخباری که اومد بیرون بس یه کانسپیرسی چیز چی گفتین مک دونالد کوک آره ترامپ مکنول میزنه و کوک نه نه کوک کوکائین نه کوکولا یه جوری گفت کوک گفتم چی داری میگی رئیس جمهوری مملکت حالا از اون ایران بود الان خبرش هم نیست چقدر آره چقدر سوکته و چقدر الان آخه بند شده تو سوشال مدیا نیست قرار شو سوشال مدیا خودش رو بزنه میدونم ولی الان توی آمریکا هم از رئیس جمهور جدیدشون چرا خورد زمین از تو بنده خدا شده پدره شده. <تصفح> نه یعنی مثلا اونطوری آمریکا آن اون تاپ اف مثلا به خاطر اینکه اون شومن بود دیگه اون کار خودش دلم دل تنگ شده واقعا اون شومن بود واقعا ولی یه چیز داشتیم بگیم از آمریکا آره الان چرا خبرش بود ترابل بنار هم همه رو ریو کردن آره همون اول آره یعنی الان مثلا اوضاع درست بشه میتونی بری آره نه نه واقعا سوال نمی بود بخاطر اینکه خودش میگفتش که نمیتونه بره خود میگفتی نمیتونی آره اگه کرونا نباشه تو میتونی به زودی مثل ماشی نه بابا اصلا اینا رو قبول شما هیچ وقت نمیتونم قبول ام پاسوشی میگفتی هفته خوبی داشتی خیلی خوب بود بله نو کامپلیت آنتن فایبزی بهش وارد شده یه دو روز فقط هم خیلی درد میکرد و عوارض دیگه ای نداشت شما چی شما هنوز <laughs> منم خوبم دیگه کار خاصی نکردی تو هفته بس که تو که گفتی قسمت قبلی سریال جدید دارم میبینم چی داری میبینی تو گفتم هیز دارک متریال هیز دارک یه بار ایز دارک متر هیز ها هیز دارک متر توی کریو اگه دوست داشت کریو استفاده آها اینو <laughs> نبودی پشت <سات> سرت گفتم تو تو لایو نوروز گفتی کریو داریم 17 دلار میدیم <laughs> 19 دلار <تصفح> و 28 سنت یا 82 سنت <تصفح> اون ایمان میده اصلا به تو خبرش نمیرسه این چی؟ این چی ایمان میده؟ یعنی ایمان داره میده دیگه و خب ماهیانه پولش ماهیانه پولش میدیم می 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 نیم دلار بشه ولی خبر موثق داریم که نتفلیکس نتفلیکس یه پیسی بهش اضافه شده <تصفح> هفت درصد او دیدم آمازون هم همینو گفت یعنی زدین زیر کمرتون من این ماشین رو بفروشم دیگه دو دلار دیگه لام از سبت چرا سرگرمت میکنه نمیذاره مغزت استیار ولی یه چیزی میخواستم بگم یه خاطره میتونم بگم یا نگم یه اتفاق افتاد تو این دورانی که ما نبودیم شاید جالب باشه براتون علی آقا رو میخوام بگم <تصفيق> 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 ما خب کسایی که در جریان من توی اوایل چیز آره علی جان میشنوی منو خوب گوش کن من کامپیوتر خریدم و دو هفته بعد از اینکه کامپیوتر خریدم سری جدید مثلا جی پی ها کارت گرافیک ها و سی پی ها ارائه شد به بازار در آنوادی که ارائه شد بیت کوین و اینام خیلی پا گرفت برای همین خیلی گرون شدن اول این اول در واقع ارائه شد این کارت های جدید با قیمت های خیلی کم و پرفومنس های اصلا خیلی بالاتر چندین برابر یعنی من با نصف قیمت میتونستم دو برابر پرفورمنس رو داشته باشم ولی به خاطر بیت کوین و اینا اعداد و ارقام همینطوری رفت بالاتر چون که نبود پروداکت نبود دیمند زیاد بود برای همین پرایس رفت بود بالاتر این اینم باعث شده قیمت بیت کوین بره بالا چون استخراجش ارزون تر میشه با این جی پی ها بلی نه اونقدر دیگه چرا دیگه الان خ... یکی از دلایل میتونه باشه الان هفته پیش گفتی یه کاری کردن که اصلا الان انویدیا دیگه نمیذاره روی چیزاش ماین کنی آره کنی به هر حال من خیلی ناراحت بودم و اینا که مثلا پول خیلی زیادی دادم برای اینکه میتون اگه مثلا دو هفته بیشتر سب میکردم شاید میتونستم پول با همون پول مثلا یه پرفورمنس خیلی بهتر بگیرم و اینا این اتفاق افتاد قیمت ها که رفت بالا و شورتج این جی پی آی جدید که به وجود اومد قیمت ها بالا موند یعنی من میتونستم جی پی او رو با همون قیمت بفروشم با همون قیمتی که خریده بودم خلاصه تصمیم گرفتم اینا من یه جی پی جدید پیدا کردم و با قیمت خیلی مناسب اونو خریدم و جی پی خودم رو فروختم حالا جی پی خودم که فروختم گذاشته بودم روی فیسبوک اینجا یه از بنا فیسبوک مارکت مثل مثلا دیوار میونه ولی رو فیسبوکه میتونیم بزنین بفروشین و اینا من گذاشتم و چند نفر مسیج زدن و یه آقای ایرانی هم من مسیج زد گفتش که من میخوام اینو ازت بگیرم بعد ببین سر این که مثلا من توی فلان دانشگاه دارم کار تحقیقاتی انجام میدم و من جی پی اومو فروختم و مثلا به امید که بتونم جی پی بهتر بگیرم بعد جی پی گرون شد و این ببین برا من داستان زندگی گفت اصلا یه ما رو کشت که مثلا از من یه تخفیفی بگیرم همش گفتم باشه تخفیف برام بد میدیم اینا و به من گفتش که من با اینه تستش کنم گفتم ببین من الان جی پی جدیدم گوشم رو کامپیوترم اول که من تو خونم راد نمیدم به خاطر کووید دوم که الان این روی چیز نیست تو اینو ببر تستش کن اگه مشکلی بود به من زنگ گفتش که نه من هفته پیش رفتم رم خریدم از یکی و به من گفته که مثلا رم فلانه بردم خونه تست کردم نبوده بعد دیگه جوابمو نده و من از زخ خوردم و من کنم گفتم که خب ببین ما دو تا آپشن داریم یا اینکه شما اینو ببری امتحان بکنی به من زنگ بزنی یا یعنی که واقعا مثلا وردی یه کیسی چیزی, چیزی بیاری مثلا یه تستش کنی ببینی کار می‌کنه گفتش که باش بهش گفتم که ببین آها اه، بهش گفتم که ببین من دارم مثلا امشب میرم یه رستوران توی مرکز شهر میتونی بیای اونجا از من این جی پی رو بگیری اگر که بخوای که دیگه نخوای مثلا خونش طرف یو بی سی بود نخوای بیای تا اینجا گفتش که باشه من پس کامپیوترم میارم که اونجا تستش کنی. گفتم یعنی چی کامپیوتر ها میارم اونجا تستش کنیم تو رستوران کامپیوتر چک حالا <applause> همین گفتم که ببین رستوران گفتش که نه اونا معمولا اکامودیت میکنن <تصفيق> 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 گفتم که چی اکامودیت میکنن یعنی بخواد جی پی تست بکنی که یارو اکامودیتت نمیکنه گفت نه ما میتونیم بریم توی بک و اینا رو تست بکنیم گفتم دودش من به یورو بگم میخوام برم بک روم با یه آقای دیگه جی پیو تست بکنم خب فکر بعد میکنه یه بابا کامر ردی روم یعنی چی اصلا به زور سر تیبل میشونن توری میفرستن بک روم جی پیو تست بکنی گفتم ببین من نمیدونم تو میای پولو به من میدی جی پیو رو میبری هر کاری دلت میخواد برو یه جا دیگه اصلا من رو با خودت اسوشیت نکن من نمیخوام تو این درگیر باشم گفتش که باش پس چی پس من میام از رستوران که برگشتیم مثلا میام دم خونه گفتم که باش ببین این اومد ساعت ده شب 11. اومد تو لابی <applause> تو لابی ما ببین یه کیس آورده بود دل روده این کیس بیرون اصلا عجیب دل روده این کیس بیرون مانیتور کیبورد ماست پنگ کرده بود وسط لابی دوش از این استرس تست میگرفت ببین و استرس تست میگرفت و اینا بعد داشت برای من تعریف کرد که من آره کارم فلانه و مانیتور 4K دارم نمیخوای بخری گفتم نه من مانیتور 4K نمیخوام فلانه. و اینا ببین؟ ما داریم روی مثلا فلان پروژه تحقیق میکنیم فلان میکنیم بیا یه سال برای ببین این استرس تست مثلا دو سه تام گرفت بعد اینطوری که آره چرا استرس تست ضعیف داره نشون میده گفتم ببین برو اصلا منو نریستم یه چیزی بعد سن بالا مثلا بگم مثلا چلو هفتش راحت بعد خلاصه آقا اینو حال خرید و این رفت بعد گفتش که آره من برای کار پروژه میخوام فلان اینا هفته بعدش رفتم توی فیسبوک مارکت دیدم 500 دلار گرونتر گذاشته به انترپنور بوده چه بیزنس پلان خوبی بوده آره بابا اینه که ساعت ما بیزنس خودمون داریم قدر آدم پایین یعنی اگه به من میگفت نه آقا من میخوام اینا گرون تر بفروشم من میشه گفتم نه نمیخوام من دنبال همون قدری که گذاشتم هستم دیگه بیا بردا ببر دیگه اصلا باید نبود من... حرفی به تو بزن اصلا اصلا چرا برا من قصه حسین کرد شب خوند که بعدا بیاد بره این کار ببین انقدر عصبی شدم از اونر نیست نمیدونی انقدر از دست این علی آقا عصبی شدم خدا رو شکر فروش نرفته این رو دستت بمونه بالکن افرین شد ببین بعضا سکته داد منو حالا قرار سکتش بدیم منو فرهاد میخوایم بریم نه استر استر کنیم یه جی پیو رو میذاره آره نه نه <applause> فرهاد میخواد بره بعد بگه که من کامپیوتر من رفیقم داره کامپیوترشو میاره و من با کیس بیام بیاره. این هم فرگیمه ها جون داره میبینه آره خلاصه چی میشه بعدش نه خجل میشه کم از پشت میاد آهنگ سوسماس میذاره یه ذره خجل نمیشه این آدم شبیه اون سریال چیز نمیشه بعدش اینقدر دروغ میگه شاید برای شما اتفاق بیفته آره یه ذره ترکی میاد اسرار سرک جل بکن دیگه از اول میگفتیم من میخوام اینو آزاد بخرم اردو هم میخوام بزن فیسبوک نمیتونی. آره اصلا من وقتشو دارم من میتونم مثلا روی این پرادکت بشینم ببین کسی که اینقدر دروغ میگه شما این کارم بکنید یه سری دروغ دیگه میگه اصلا اصلا ببین اینقدر بشید. عصبی شدم و اینکه که خالصا خواستم این شیر بکنم این اتفاق افتاد ولی من تونستم از زیر بار جی در بیام <تصفح> آره صحی <تصفح> صحیح و ساله ناراحت بودی اون آره. کارت میزنی خوب, رد شو. کردی خدا <تصفح> <تصفح> بریم سر اپیزودمون تازه هنوز سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با من سلام چقدر با هم شده خوش اومدیم به اپیزود 273 ما اول من تشکر بکنم از تمام کسایی که تو این مدت گذشته جوی احوال ما بودن ابراز دلتنگی کردن و همچنین حمایت هایی که روی یوتیوب داریم میشیم خیلی 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 زیاده دمتون گم باورم نمیشه با این ریت مثلا داره سابسکرایبر رو میره بالا و تعداد کامنت ها و ویو واقعا عالیه مرسی از همتون خیلی لطف میکنید برگشتیم با اپیزود جدید میکنم تو اپیزود قبلی گفتیم دیگه این شروع آفیشیال این فصل خودکسته و همونطوری که کارنم توضیح داد به همون روال به همون منوار قدیم منوار میگن روال منوال, آه، منوال؟ به همون منوال قدیم اپیزودها رو حالا ادامه میدیم توی همون ستینگ دوستانه ای که وجود داره مثل قبل چیزی قرار نیست عوض بشه چه خبر سلامتی خیلی عجیبه چون کسایی که فقط میشنون دو بار میشنون کسایی که یوتیوب میبینن چهار بار میشه آقا چه خبر چه خبر زهر چه خبر یه نکته کوچیک راجع به همین یوتیوب بگم این حالا میگیم لایک کنید کامنت بذارید اینا سابسکرایب سابسکرایب من خودم شخصا خیلی حس خوب و دلگرم کننده ای بهم دست میده جون میبینم این این تعاملی که زیر ویدیوهای یوتیوب اتفاق میفته خیلی انرژی مثبت داره یعنی آدم میبینه واقعا اون خستگی از تنش داره حالا من که بگو جون قرار شد هم دیگه مسخره نکنیم محیط امن داشته باشیم ببین کی میگه بعد من خدای مسخره نمی کنم یارو ما تحتش گوهیه بعد اینجا برای گویه میگی خونم بگو ما تحته خونم بگو دیگه باشور بودن میکشه من خدا شماها رو از خره نمی کنم فرهاد نمیتونه یه جمله بگه نه من و فرهاد با هم دیگه نداریم خب شما فرهادم بعد میتونم بگم دیگه چیزمون گوهی شد <applause> بعد آره حالا میگم بیشتر زحمت ها و ادیت ها اینا رو ایما میکشه ولی خب انیوی من خودم میبینم خیلی حال میکنم و اون خستگی در میره خسته می نمیشیم ولی حس شما... خوبی داره با میگم خیلی خیلی حال میده برهاد من خستگیش ما میگم ما اولش شروع کرده همیشه تو هر پلتفرمی که وارد میشه یه ذره طول میکشه تا جا بیفتی و احساس میکنم ما داره اون هامپش داره رد میشه ببین یه مثلا ضریب دو دو خورده ای خورده روی تعداد ویو ها نمیدونم چون حالت لایو و دور همین طور بوده این شوریه یا علی دیگه بگید <down�5> نمیدونم واقعا واقعا نمیدونم چرا ولی نه چون حالت مثلا گفتگو تور بود یه مدت نبودیم اینجوری بود مثلا الان موضوعاتی که مشخصه رو بریم شاید خیلی جذاب نباشه برای همه نمیدونم ولی این تهدید چی تهدید بکنم اگه ببینیم ویا میفته دور یه ما دیگه نمیدونم یه ما یه ما اپیزود ولی ذریبه چند برابر شده خوب آره دمتون گم واقعا مرسی چی دارم بگم دیگه بیشتر از یه هول بدیم رسیم به <تصفح> یه 98 هزار تا دیگه مونده تا 100 هزار تا همینو هول بدیم میتونیم پلاک خودت ویدیوهای ورزش ورزش خانوما عجیب 20 میلیون این طورا ویو اصلا 6 میلیون دیروز من دیدم چه جبی. هم خانم نه خانم فکر سوئدی هستن خیلی عدد زیادیه حالا میدونه رفته شجره نامه شد دیوار کشیده ولی لیون مثلا 20 خیلی آره نه خب خیلی چیزا زیاد ویو میخوره ولی نمیدونم دیدین از این اتفاقی که داره تو جیما میفته مردم هر دو از فیلم گرفتن و اینا چند نفر دستگیر کردن چه فیلمی مثلا مثلا با دوربینش مثلا داره مثلا وزنه میزنه دخترم داره و اونجا ورزش میکنه مثلا ازش فیلم میگیره آه یعنی فیلمی که گرفته باشه. آره مثلا اونطوریه نه فیلم از جیما میاد که اشتباه میزنن دوستان و از نه نه اونا, اونا نه نه داره. این مثلا داره قایمکی مثلا این آره. داره این فیلم این دیگه بعد بگیرن آره الان آره. توی توییتر نیک مکس گوشته بود اینا مثلا ملل مل دیوانه اینا ولی خب در ادامه یه چیزی بگم حالا من به شهر بگو شهرمون بگو اگه که مثلا میتونی یه دستی هم به این دکمه سابسکرایب الان خب متاسفانه دو سه که تو ونکوور ناامنی به وجود اومده در بیشتر مربوط به خانوما میشه که چند تا از هموطنای ما هم حتی الان میسینگن یعنی من خود آره و حالا از از همه ملیت ها بعد هفته پیش بود مثل اینکه یه ویدیو اومد از یه خانومی که داشت توی محله های قدم میزد و اینا یه آقای چندین بلاک با فاصله کم و حالت مثلا آره. 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 حمله آره. آره. حمله توری آره. حمله, حمله وری داشت اینو دنبال میکرد و سعی کرده بود صورتش رو اینا بپوشونه ولی ایشون با دوربین سلفیش داشت فیلم میگرفت کله این مسیر رو بعدا پخش شد تو فضای مجازی و پلیس پیگیری کرد پلیس ونکوور رو پیداش هم کرد اتفاقا یورو جدی آره پیداش کرده خب خیلی عجیب دوستم چون ویدیو ولی با شیملس اینا. یارو ببین آخه دختره اینطوری نبود که مثلا یواشک ویدیو بگیره دیگه واقعا اینطوری داشت ویدیو سلفی آره. می‌گرفت و طرف با فاصله رو کم نمیکرد اصلا زیاد نمیکرد آره یعنی مثلا فاصل هم زیاده. فاصله زیاد یعنی فاصله همین همینطوری مستقیم داشتم میومدم من. بعد منی که حالا به عنوان یک مرد مثلا داشتم میدیدم این... تو کت میذاری منظور چیه مرد <تصحیح> <تصحیح> من... نه نه خب مثلا نمیدونم یعنی که خودت هیچ نظری روش نداری بقیه نداری. دارن اطلاق میکنن آره نه نه رو نداشت نمیدونم چرا تو کوتیشن رو هوای گذاشتم این کوتیشی اصلا چرا آدم و استفاده میکنن بعضی جاهایی که نه اشتباه به کار آره میره فرنس آره. جویی فرندز آره. جوی بود همیشه <تصفح> آره. آره خود <تصفح> ولی من, من خیلی من این ویدیوها رو که میدم اخبارش رو میخوندم زهربان قلبم خیلی میرفت استرس بدی میگرفتم حالا مختص اینجا هم نیست دارم که کلا مثل که الان فشار اومده به آدم چی شده آمریکا هم خیلی وحشتناک اینجوریه بعد کدوم شهر بود خدا گفتن که خانوما امتر براشون اصلا خونه بیرون نیان آتلانتا اینا بود خواهم پپر سپری دیگه آره آره فقط یارو میگه بابا به جای که ده؟ مثلا مملکت ها امن کنید به آقایون آموزش بدید به خانوما میگه کلا بیرون نیای مرد تدباندی افتادم انشالله که چی یه دون سیریال ریپیس کیلر و... ریپیس کیلر این آخه اینی که تو ونکوور اتفاق میفته میدونی اکثر خانوما یعنی ظاهره آ... مثلا هموطنهای ما رو دارن موهای مشکی و پوست حالا امرنگ و اینا خوب. خیلی از این تعداده که قیب شدن آه. نه سفید پوست هم بودن, میانی... بودن ولی تعداد زیادیشون اصلا خواهر میانه ای تورن سمت ما همه سفید پوست, یعنی معلی... سمت ما... سمت ما سفید پوست و حالا یه کار جالبی که دیدم یه کافی شاپ کرده تو همون مرکز شهر اینه که یه تابلو زده تو سوشال مدیا همه جور گفته که خانم هر لحظه احساس ناامنی کردن میتونن سری خودشون رو به کافی ما برسونن به ما اعلام بکنن ما هم بکتور داریم هم یه جایی اختصاص دادیم که اگه احساس امن، ناامنی میکنید ما مثلا دوربرتون باشیم میتونید بیاد به ما نان فت امریکانو سفارش بده مثلا که همچین اوردر اصلا وجود نداره سیف ورد آره سیف ورد ما مثلا تو فلوریدا آره هم هست این سیف ورد 100 درصد اینطوری بود باشه اصلا تو فلوریدا آره, خیلی باحال بود که همچین حرکتی مثلا یه کافی شاپ آخه تو همیشه که همیشه نزدیک اون کافی شاپ جی پی یو هم تست می‌کنه نه تو یوتیوب داستانش گفتیم برید ثابت کرده در حد خودش به نظر حرکت خوبی بوده چون تو داستان اتفاق میاد چند تا شعبه داره نمیدونم راستش ولی میدونی میتونه یه فرنگ بکنه مثلا کافه های دیگه هم بیانی همچین کاری انجام بدن ولی میدونی مشکل چی میشه مثلا یارو میره اونجا دنبال سیفورد یکی میگرده یکی چی 9 نانفت فت امریکانو بابا آخه اصلا <applause> خیلی نارد کننده بود مشکل رو بر ریشه ای هم. آره, آره. آره. <applause> حالا ما داریم در موردش میخندیم چیز خندداری واقعا نیست واقعا <applause> ولی آره الان آره آره. شده چیز این چبرنا داشت میگفت مثل که اونجا خانوما با دوستاشون صحبت میکنن بعد هر کی که میره بیرون به بقیه اطلاع میده و وقتی برمیگردم دوباره اطلاع میده که اگه مثلا یه زمانی برنگشت بفهمن که اطلاع خیلی. نداد بفهمن که برنگشته و اینا برگشت به عقب داری میکنی امیدوارم که بهتر بشه بگم تو ایران که همیشه این اتفاقا بوده به طرز وحشتناکی بوده اه و متاسفانه اونجا قد امنیت کمه حالا به پلیس و اینا که لزوما نمیشه گفت چی خیلی وقت به خانواده‌شون هم خانواده‌شون هم نمیتونن بگن چون بگن اولین محکوم خودشونن که مثلا چرا فلان مدل لباس پوشیدی ما که بهت گفتیم و اینا یعنی میزان ساپورت تو ایران که دیگه صفر به هیچ نمیتونی بگی امیدوارم بهتر شده باشه یعنی شاید قبلا اینطوری بود نمیدونم واقعا حالا من هیچ دانشی در موردش ندارم ولی تنسی که میتونیم بگیم امیدواریم که بهتر شده باشه دیگه همینطوری که داره میشه جاهای مختلف من فکر میکنی که احتمالا بهتر میشه بریم سر اپیزود یه مقدمه بگم از اینکه حالا کارون گفت ما اپیزودامون خیلی احتمالا شبیه, شبیه, به همه برای من از یه دیدگاه دیگه داره به این موضوع نگاه میکنه منم میخوام در مورد در واقع حواس پرتی صحبت بکنم یا دیسترکت شدن توی حالا زندگی و توی محل کار و جاهای مختلف یه مقدمه بگم این که اصلا چجوری شد من به این موضوع رسیدم چند وقت پیش توی کلاب هاوس بودم توی اتاق بودم با که داشتن پادکست معرفی میکردن آدم های مختلف میومدن یه پادکست معرفی میکردن اسم میگفتن و یه اپیزودی که براشون جذاب بوده یه توضیح دامدش میدادن کسای دیگه اگر که میخواستن میرفتن این پادکست ها رو گوش میدادن که آقای علی بندری هم اونجا بودن بعد یه دوستی اومد و از آقای بندری تشکر کرد و اپیزودی رو معرفی کرد از چنل بی که بر اساس یک کتاب بود به نام Indestructible که آقای نیر ایوال ای وای ای ال آخر ایوال نیر ایوال. ایوال. ایوال ایوال گفت من ای و... ایال میخواستم بخونم آخرش ای وای ای, ای ال هست به که توضیح میده که ما چرا حواسمون پرت میشه و بعضی از کارها رو پشت گوش میندازیم یا ترجیح میدیم بعضی وقتا وقت اون رو تلف بکنیم اولش میخوام نظر شما رو بدونم دیروز ازتون یه سوال پرسیدم گفتم که بیام چیزی فکر بکنید شما برنامه ریزی روزانهتون چه مثلا این قرار باشه 10 تا رو انجام بدید به طور متوسط آیا اول ده اون 10 تا رو انجام میشن و اینکه اگر که بخواین کار رو انتخاب بکنین اولویت بندی بکنین چه جوری اینا اولویت بندی میشن اگه بشه کنیم من میتونم مال خودم رو اول بگم ببین من معمولا اگر بخوام ده تا کار رو انجام بدم اون ده تا کار انجام نمیشن صد درصد یعنی یه سری از اونها چیز میشه ایلمینیت میشن سری و حالا به وقت دیگه مکول میشن اینطوری که کدوم کار رو کمترین علاقه رو بهش دارم و اونا حذف میشن از لیست و بعد باید... اینطوریه که یه فاکتوری دیگه هم داره که صدمه و ز... یا ضربه ای که میزنن با انجام ندادن چقدره مثلا اینطوری که من دو هفته دیگه قراره کف خیابون بخوابم آه. یا مثلا قرار هفته بعد مثلا ده ساعت کمتر بخوابم و سعی کنم این کارا رو برسونم بله اه... بر... آره آره یه زی توی این مایه هاست و اه... من حالا مثلا الان اگه میخوام مثال بزنم این کارتونایی که اینجاست مثلا دو هفته است میخوام ببرم پایین ولی واقعا حوصله‌ام نمیشه ببرم اگه آشغال تر بود مثلا موش میزد زودتر میبردی آره آره ممکن بود کار بکنم ولی ام... که در مورد اپیزود رفتیم تو آره چیز رفتی آره و اینکه میخوام بدم حالا برای شما چجوریه من می‌خوام شروع کنم فهم من کارهایی که دوست ندارم و سعی میکنم هر چی زودتر انجام بدم از شهرشون راحت شم یه چیز ذره میره که آره من کاری که دوست ندارم مثلا یه سری ایمیل ها که قرار زده بشه زنگ مثلا زنگ زدن خیلی هم باید اتفاق بیفته اون زنگ اون روز هم هم این که آدم دستش نمیره به زنگ زدن ولی اینوی اونا رو میذارم که صبح انجام بدم تا قبل دوازه کارهایی که الان مربوط به خلاقیت و یکم فکر کردن اینو باشه بعد از نو شب تو تو شلوغی روز کاری که مثلا دلی باشه و یا مثلا نیاز به خلاقیت نداشته باشه رو اصلا تو روز نمیتونم انجام بدم یعنی چی یه مثال میزنی مثلا ایمیل زدن ها کارهایی که کاتن uh, درای دیگه میدونی دقیقا یه فرمولی رو باید فالو بکنی کالایی که سخته زیاد مثلا شاید لذتی هم نداره ولی باید توی طول روز این کار انجام بشه خب اگه حالا اون ده. خلاقیت واجب باشه چی اونم باز میره نه خب شبه. میتونه شب قبلش اتفاق بیفته دیگه آها. تو شب تو شب طول روز آره تو حیاهوی روز کاری که به دلم باشه رو سخت میتونم انجام بدم آها این صد... که به دلتی یعنی کاری که برای خودته آره آره آها مثلا اگه قرار به ظرف حالا ظرف شستن مثلا پرسیده بودی ظرف شستن اینا رو مثلا سعی میکنم صبح انجام بدم مثلا ب... اگه داره تلفن اتفاق میفته ب... تو بک مثلا ظرفا رو بشورم تمام شه بره این کارای مینتیننس رو صبح اول صبح انجام بدم بعد دیگه بقیه روز رو راحت و ساده بشه برای خودمان. تو چی فضا ام... میدونم که... سال... <تصفح> قبل از اینکه ما حالا اپیزود شروع بکنیم فضا به من گفتش که این سوال خیلی برادیه خیلی گسترده است آره وسیعه شاید نتونید درست جواب بدی ولی اون منظوری که میخوام میتونی مثلا میفهمی که دنبال چی هستم راه حل درست و غلطی هم وجود آره. نداره یعنی اینطوری که خب من برای خودم هیچ فرمولی نداره برای همین رفتم سراغ همچین چیزی حالا من حالا رو... بهتر تونستم فکر کنم وقتی که تو مثال خودت رو گفتی در مورد اینکه مثلا اگه انت کار تو ذهن خودت بیاری برای اون روز من خودم اینطوری هم که الان فکر... که بهش فکر کردم سعی میکنم همش تقریبا انجام بشه و مثلا اذیت هم میکنه اگر که مثلا فلان کارو تو ذهنم بوده و نکردم مثالش همون مثلا آشغال بردن اینطوری نیستم که مثلا هر روز باید برده بشه ولی اگر اون روز صبحش بگم که آقا من باید ببرم و ساعت شده باشم یازده نبرده باشم اذیت هم میکنه در این حد که مثلا چند بار شده آشقاله رو از سطل برداشتم گذاشتم تو بالکن که بدونم که مثلا این این مثلا نیست اونجا حالا اگه بوی داشته یا هر فلان اذیت هم میکنه که مثلا اون کار رو تموم نکرده باشم بیشتر پشت گوش میندازی تو بالکن صورت مثلا الان بالکنش پر آشغاله موش داره سیخ میزنه <تصفح> که آقا این مثلا این کارو نکردی اینطوری هم و این صورت مثلا پاک میکنی کلا تو اون چیز بله تا تو فرداش بتونم چیز کنم بابا بله. دارم میپرسم جا چیه خب میدونی دیگه جوابشو میدونی ولی یه چیزی داره سیخ میزنه بهش در اون سناریو ولی یه کاری که مثلا عجیبه ولی علاقه دارم مثلا کارهای های اداری و همین اینا را... کارای من رو منو انجام بدم انجام میدم و مثلا رو نرو میره اگه انجام ندم نمیدونم چرا میدونی چی میگم میتونم من کار اداری ما بدم اگه منم دوست دارم شارژتون میکنی هم... از همونجا میدم من گفتم چون پول میدم میتونی سری انجام بدی به این نتیجه برسی یا میشه یا نمیشه خیلی سخت آخه بستگی داره دیگه خب آره سر کار من تو این کار اداری اینا من بدترینم اداری که حالا مثلا خیلی واجب نباشه مثلا من یادمه من اون سالی که اینترنشیپ رفتم اونجا خطی که من اینجا داشتم اونجا کار نمیکرد من رفتم اونجا یه خط جدید گرفتم علاوه بر که خط اینجا من کنسل نکردم و رفتم رفتم اونجا بعد خطی که اونجا داشتم و چهار ماه بعد اینکه برگشته بودم من کوهر پولشو میدادم آخرش هم خودم کنسل نه یه بار اومدم زنگ بزدم پشت خط موندم یه ذره حسنم سر آخرش به یکی از دوستان گفتم اون به جای من زنگ زد کنسل کرد الان مثلا یک کردیت کارت دارم یک سال و نیمه میخوام کنسل کنم کنسلش نکرد و یه جایی بود یه سابسکرپشن یه پول اضافی از من کم می مثلا نمیستم هیچ وقتم استفاده نکرده بودم این پول هم هست البته دیگه نه اونم همینجور رفت و تا آخر یکی دیگه برای من کنسل کرد تو اینا من خیلی برم ولی تو چیزای دیگه من از بچگی عادت داشتم من تو دو لیست می نوشتم عاشق این بودم مثلا بعد اسمی رو کاغذ می نوشتم می گفتم مثلا فلان روز اینا بعد اون که تیک میزنی یه حس خوبی داره الان رو دیوار خونه چیز زدم حالت وایت بورد تور زدم اونجا می نویسم ویژن بردم ها ویژن بوردم داری <تصفح> نه. بعد اولویت داره همیشه یعنی یه سری کارا ها واجبه ها. اون واجبه رو انجام میدم هیچ وقت کار تفریحی رو قبل از واجبه انجام ندادم یعنی مثلا اگه میخوام فیفا بازی کنم هیچ وقت فیفا های قبل از اینکه کار واجبه رو انجام بدم عملی نمیشه همون من مثلا یعنی نمیتوشدم. ممکنه طول روز آره. هیچ کدوم این کارا رو نکنم یعنی مثلا تو اون لیستی که نوشتم ولی در انتها آخر اون کار واجبه رو میکنم ممکنه مثلا تفریحی ها خط بخوره بچه بودی اول مشخه رو می نمیشتی بعد تفکر من هم اینطوره بودم نه من اینطوره نبودم جالبه اصلا نمیشه من بود. هم بودم چیزی تو وجودم بودیم ولی من بودم ولی دیگه الان نیستم الان درسم ندارم. مثلا من الان یه چیزی که بگم یه چیزی که من فهمیدم که اگه کار حجمش توری باشه که تو بدونی میتونی تمومش کنی انگیزت برای انجام دادنش خیلی بیشتر از اینه که یه حجم زیادی از کار باشه تو ممکنه اصلا 5 درصدش هم انجام ندی اصلا نزدیکش نری حالا برای من یه چیزی از کارهایی که مثلا یه مدت داری پیگیری میکنی فراد خیلی میتونه ریلیت بکنه و جلو نمیره دل منو میزنه یعنی اصلا دیگه دیوونه میشم یعنی حاضرم این کاره با مغز من با کاره بخورم زمین ولی دیگه پیگیری نکنم چون اگر صحبه. که جلو نره عصبی میشم و اینکه حالا یه چیزی بود توی همین اینستاگرام و اینا وقتی آدم میچرخه یکی از این ویدیوهای موتیوشنال بود بعد بودم که خب گوش بریم بخندیمش بعد یارو برگشت گفتش گاره مثلا من برای چی موفق شدم چند تا کار رو شروع کردم انجام دادن و اینا یکیش این بود که اگر که یه کاری کمتر از 60 ثانیه طول میکشه همون لحظه انجامش میدم فرستادی واسه ا... این نمیدونم فکر نکنم منم دیدم اینو چون خیلی برای من جالب بود من الان حالا اینو پیش گرفتم اگه ببینم کمتر از 60 ثانیه طول میکشه همون لحظه انجامش میده رو تخت مثلا مرتب آره رو تخت مرتب کنی چه میدونم سرمان. این رو بذاری اون سن. آره مثلا اگر که چون باید ماشین لباسشویی رو روشن کنم خب او اونا همون لحظه مثلا این کار رو انجام میدم <applause> و این یه کمک حالا پس خوبی از برادران موتیویشن اسپیکر به شما رسیده آره آره ان به شما برسه <تصفيق> <تصفيق> ببین اگه من بخوام حالا هم من بگم احتمالا اینو احتمالا که 90 درصد این کتابا رو من توی دو تا جلسه میخوام توضیحش بدم <applause> نمیخواستم میخوام در واقع این کانورسیشن ها به وجود بیاد زیاد سعی نکنیم لیمیتش بکنیم میخوام صحبت انجام بشه چون که احساس میکنم خیلی مهمه اگر که بخوام توی یه چند جمله این کتاب رو خلاصه کنم میگه که خوب زندگی کردن و زندگی خوب داشتن نه تنها به این نیاز داره که ما کارهای درست رو انجام بدیم بلکه کارهایی که فکر میکنیم ممکنه بعدا ازش تاسف بخوریم یا ریگرت کنیم رو انجام ندیم و حواس پرت بودن یا حواس پرت نبودن یا ایندسترکتبل بودن در این باره است که ما دلیل اصلی که کارهایی که برخلاف بهتر شدن ببخش این حواس پرت نشدنه هاوس پارت نشودن هاوس نبودن این دیسترکتبل یه یه چیز صفته این نشودنه نه دیگه این دیسترکتبل یه صفته آی ام indestructible دیسترکتبل یعنی هاوس پارتی صفته دیگه نه؟, نه 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 این 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 یه صفته یعنی این این یعنی اینکه نمیذاری دیسترکت بشی یه مدت آدم هاوس پارتی بود ها دیگه هاوس پارت نشودن میشه نه میگه بود حالا من دارم به عنوان صفت ازش یاد میکنم بفرمایید نه داریم صحبت ببینیم کدومش بهتره یکی گفته بود این کتاب دستور زمان فارسی از بگیرید حالا ایندیسترکتبل بودن در این باره است که ما دلیل اصلی که کارهایی که بر بهتر شدن زندگی هست رو انجام میدیم فهمیدم چه آرگومنتی بزنم ببین وقتی بگیم هوا... مثلا میگی فلانی حواس پرت نیست یعنی به صورت کلی آدم حواسپرتی نیست ولی میگی فلانی حواسپرت نمیشه یعنی یه قابلیتی داره که از اون استفاده میکنه که حواسپرت نشه اینم هم احتمالا همینه یه سری آموزه به تو یاد میده که اون تمرینا رو بکنی پرت نمیشی یعنی انگار مثلا در معرضش هستی ولی به یه دلیلی نمیشی اون صفت مادرزادی آدم حواسپرتی نیست برای همین میگم یه فرقی داره م. این یه تمرینیه که تو میکنی که حواسپرت نشی دیگه اگه در معرضش هم قرار پیدا نشدن این کتاب میاد حالا هم توی گفت چهار تا استراتژی معرفی میکنه برای اینکه ما بتونیم هاوس پرسی خودمون رو کنترل کنیم هاوس نشیم اولش اینه که ماسترینگ اینترنال تریگرز یا حاکمیت به سببهای درونی میکینگ تایم فور تراکشن برای حواس جمع بودن وقت بذاریم هکینگ بک اکسترنال تریگرز بر سببهای های خارجی چیره بشیم و اینکه prevent distraction with pacts یا از حواس پرتی با قول دادن حالا جوری به خودمون جلوگیری جلو مثال داری از اینا رو توی اپیزود بعدی دونه دونش رو توضیح میدم و حالا میرم الان میخوام یه جنرال آیدیا در مورد این کتابه بدم و اپیزود بعدی دونه دونش رو میریم براش مثالم میزنیم کارنم اینو حالا یه جورایی توضیح داد تو اپیزود قبلیش میگن که انسان خیلی در انسان خیلی انگیزه وجود داره برای خارج شدن از ناخوشی و ناراحتی و دیسکامفورت میگه اگر یه حرکتی رو قبلا انجام دادیم و مؤثر بوده در نجات دادن ما از ناخوشی ما ادامه میدیم به انجام دادن اون کار به صورت ابزاری که از ناخوشی خارج بشیم خب میگه اگر مثلا یه کاری کردیم ناراحت بودیم چون رفتیم توی گوشیمون یادمون رفته ناراحتیمون رو هر موقع که ناراحت میشیم شروع میکنیم به اون کار رجوع کردن این خب دفعه بعدی یاد تو ذهنت یادت میمونه که من چه میدونم رفتم گیم بازی کردم حالم خوب شد یا اون از اون ناخوشی فاصله گرفتم برای همین هر موقع ناخوشی میاد سراغت به صورت ابزاری میری سراغ اون گیمه مثال بزنم این کسایی که استرس داشته باشن احتمالاً به این زیاد برخوردم من با چند تا از دوستام که صحبت کردم و حالا هم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن اونا دقیقا همین گوشی که گفتیم است که یه راهکاریه براشون وقتی که استرسشون زیاد میشه میرن تو گوشی و اون حالا یه مقدار تسکین میده اون دو. و اینکه میگه که اما نکته اینجاست که ما نمیتونیم به چیزی بگیم ابزار حواس پرتی اگر نمیدونیم که داره از چی حواس ما رو پرت میکنه میگه آره گوشی حواس ما رو پرت میکنه ولی از, چی یعنی ما میریم سراغ گوشی مثلا این ساعت وقت میذاریم در روز 12 ساعت پای گوشی مونیم ولی داریم از چی فرار میکنیم خب میگه که بعد بیایم این ریشش رو پیدا بکنیم ببینیم که واقعا برای چی هست که ما ناراحتیم برای چی هست که اون دیسکامفورت یا ناخوشی وجود داره و داریم از چه ابزاری استفاده میکنیم برای که از اون دور بشیم خب میگه که بنابراین این بودن به این معناست که ما ریشه اصلی حواس پرتی رو پیدا کنیم تا اینکه بنزیم تقصیر ابزارهایی که حالا اطرافمون هستن مثل اون بازی کردن و اینستاگرام و گوشی و نوتیفیکیشن و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه تو این کتاب خیلی جالبه میاد یه خانمی معرفی میکنه به نام زوی چانس که پروفسور تو دانشگاه ییل میگه که ایشون اعتیاد پیدا میکنه به یه اپ به نام استرایو استرایو میدونی چیه دیگه هم. برای دویدن استفاده میشه میاد تعداد مثلا قدمایی که میزنی و اینا رو اندازه میگیره و این میاد به تو چیز میکنه پوینت میده نسبت به قدمایی که برمیداری گیمفیکیشنش کرده و تو میتونی مثلا با اون پوینت ها چه میدونم فردا کفش بخری و مثلا اگه ان میلیون تا پوینت پیدا بکنی میتونی کفش بخری میگه که یه شب داشته آماده میشده مسواک بزنه که بره بخوابه ساعت ده شب و اینا روی گوشیش نوتیفیکیشن میاد که مثلا Uh, for the next 20 minutes برای 20, 20 دقیقه آینده هر پوینتی که بگیری دبل پوینت حساب میشه بیا از روی مثلا باید برای اینکه این دبل پوینت ها رو بگیری باید uh, 28 تا پله رو بری بالا خب دیدی که خب تو لوین رومش مثلا 14 تا پله یه بار میره بالا برمیگرده و اینا چالنجر رو کامپلیت میکنه میگه که اگر که حالا بیای چیز بکنی uh, مثلا 100 تا پله رو بری بالا 4 برابر بت پوینت میدیم خانومه تا چهار صبح داشته پله بالا پایین میرفته و به خودش میاد میبینه که چهار صبح فقط داره پله بالا پایین میره و میگفتش که به یه حدی به این جمع کردن پوینت اعتیاد پیدا کرده بود که میگفت توی زندگی حال شخصیش هم داشته تاثیر میذاشه یعنی کمتر با آدما صحبت میکرده تا مثلا میخواست وقت خالی پیدا میکرده شروع میکرده راه رفتن تو خونه مثلا بدون اینکه حواسش به این جمع باشه که داره این کار انجام میده خیر بله. و حالا بعدش میاد پیدا میکنه با خانومه که صحبت میکنن یعنی میاد در واقع این آثره میاد میره با این خانومه مصاحبه میکنه میگه که به این نتیجه میرسن که اون زمانی که اتفاق میفته داشته از شوهرش جدا میشده و یه رودکازی وجود داشته یه دردی وجود داشته توی زندگیش که داشته با استفاده از این اپه و حالا اون گیمیفیکیشنی که وجود داشته و با استفاده از اون ابزاری که حواسش رو پرت میکرده از اون میخواسته حالا فاصله بگیره از اون کاری که از اون اتفاق بعدی که داشته اون دیسکانفرتی که توی زندگیش بوده و حالا مثال شخصی هم من زیاد دارم در این مورد بزنم دیگه مثلا چه میدونم یه اتفاق بعدی میفته تو زندگی من حالا دورورم با گیمینگ اخت با حالی گرفتم شاید از بچگی موقعی که یه دیسکامفرتی وجود داشته این گیمینگ مثلا کمک میکرده چه میدونم میخواستی ریاضی حل بکنی من ریاضی دوست نداشتم مثلا میرفتم گیم میزدم حواسم پرت میشده مثلا اون ندونستن ریاضیه برای چند مدتی از ذهنت میرفته این دیگه مثلا اخت بده کرده با من من هر موقع که مثلا شاید عصبیم میرم مثلا یه گیمی بازی میکنم یا مثلا یه مدت اگه خاطرتون من زیاد سریع ادیکتد میشم به یه چیزی دیگه مثلا میرم سختی سمت یه چیزی و خیلی به صورت افراتی مثلا دنبالش میکنم یه مدت مثلا دویدنه بود موقعی که مثلا پدوازوگا فوت کرده بود اینطوری داشتم باش دیل میکردم مثلاً که مثلا به خاطر اینکه نشینم بهش فکر بکنم مثلا میرفتم میدویدم بعد اینا رو بعد از اینکه این با این پدیده روبرو میشی حالا بعد از این که من کتاب رو حالا شروع کردم خوندن تازه فهمیدم که حالا نشستم فکر میکنم که اون دلیل اصلی دیسکامفرت چیه که من دارم حالا رو میارم به این جور حالا حرکت های افراتی شاید یا مثلا موقعی که میخواستیم درس بخونیم توی طول تمام حالا زندگی من به خاطر اینکه میخواستی از اون دیسکامفورت فرار کنی من اتاق تمیز میکردم مد موقع امتحانا اتاقای من تمیز مکیلت ببین اصلا جا روزی دوبار جارو میشد گردگیری میشد لباس همه تا شده مثلا تو مدت به این نتیجه که خب کشور و در بیاریم دونه, دونه دونه لباسا رو دوباره تا کنیم فقط به خاطر اینکه به خاطر اینکه این این اصلا نریم سمت درس خوندن حالا شما نمیدونم مثالی دارید در دا این مورد که حواستون رو با یه چیز دیگه پرت بکنید حالا میدونم گوشی شاید اون خیلی دم دستی باشه ولی کار دیگه ای بوده که مثلا کرده باشید نمیدونم نمیخوام آن دست هم بذارم اگه ندارین میتونیم موبا یادم دوران دانشگاه ورزش سه چون من هم. ما رفتیم وارد دانشگاه مثلا پروژه اینا میماد سنگین بعد یه سری آدم بودن که اینا اصلا علم لدونی داشتن همه چوب بلد بودن راحت می‌زدن من اونجا مثلا دست و پا میزدیم دیگه بلد نبودیم علم هم قشنگ آره دست و پا میزدیم بعد چون قشنگ سختم بود فشار میومد اومد راهشو بلد نبودم دشوار بود برا من یادم ورزش دیگه مثلا این صفحه فوتبال کامل تمام میشد این ور رو والیبال و بسکتبال مثلا شده بود ریفرش میکنم خبر جدید میومد زری میرفتم می خودم چرت و پرت دفعه جوری, جوری مثلا اونطوری فرار میکردی از اون آره انگار مثلا آره آره. داشت آره. من حالا مثال چیزا یادم دانشگاه که درس میخونم تو کتابخونه کارون دیده بود طبقه پنجی عالم کامپیوتر بود بعد استرس که زیاد میشد اصلا همینطوری رندوم یه دونه تب باز میشم خبر میخوندم بی بی سی بعد اصلا همون موقع متوجه بودم که این کارم مسخره است مثلا چرا ولی خب الان که ایمان میگه دیگه استرس شاید اون امتحان و درس خوندنه سری خبر باید میخوند دارید من دو ای من دو تا... اینقدر حساس شدم من دو <laughs> من دو تا مثال میزنم یکی همون سال اول دانشگاه بود که خب من واقعا داشتم شهید میشدم با درس و نمرات عالی که میگرفتم بعد من سریال <laughs> <سلار>. <laughs> من س... افتاده بودم به سریال دیدن سریال های خوب و اتیاد آور و خب اون یک سال خیلی همیشه تیره و تاره واسه من تو زندگیم برای همینه که الان مثلا فکر میکنم خیلی کم دستم میره به سریال دیدن یا اصلا میترسم از سریال دیدن چون یادآور اون روزا میشه ولی اون روزا فرار کردن دراماتایز آره دراماتایز تراماتا. شدن فرار کردن من اون روزا از درس و دانشگاه و اون امتحانا که داشتم میافتادم این بود که آقا حتی اگه مثلا نزدیک افتادم امتحانم بود میرفتم مثلا سریال میدیدم که آرومم میکنه الان ماشین تمیز میکنم میفتن به جون ماشین توی ماشین اینا یه جمله که این کتابه داشت و خیلی روان تاثیر گذاشت که مثلا برم حتما اینو بخونمش یه جمله داره میگه که تایم management is pain management و میگه که تو اگر که به همه کارهای توی روزت میرسی میدونی که دردات کجاست و داری اونا رو هم منیج میکنی یعنی وقت تو جایی تلف نمیکنی میچی میگم حواست پرس نمیشه به یه چیز دیگه که وقت تو طول روز بره و این جمله موقعی که مثلا من خوندمش آقای علی بندری هم همونجا گفت یه مثلا یه چراغی توی ذهن آدم روشن میشه که اصلا من تو اینطوری به این قضیه فکر نکرده بودم که شاید واقعا دلیل داره که من صبح که بلند میشم مثلا چون قبل از اینکه بری سر کار مثلا همش توی گوشی به خاطر اینکه مثلا حوصله اون کارا رو نداری مثلا خیلی وقت جلو نرفته و داره اذیتت میکنه yeah. اه، یه اه، چیز دیگه یه توضیح دیگه میده این تو این کتابه میگه ما به صورت طبیعی اینطوری سیم کشی شدیم که خیلی س... به صورت ساده خیلی ناراحت و ناراضی باشیم که بتونیم بقا داشته باشیم که اگر اینطوری نبود هیچ وقت پیشرفت نمی کردیم و جلو نمی رفت انسان و میگه که چهار تا دلیل روانشناختی رو مثال میزنه برای اه... برای اینکه رضایت در انسان پایدار نیست خب آدم سریع ناراضی میشه اولیش اصر سرفتن یا بردمه اه دومیش اه... این چهار تا دلیل دلیل چهار تا دلیل روانشناختی هن که رضایت در انسان پایدار نیست. آدم سری ناراضی میشه از زندگی که داره. دومیش نگتیویتی بایسه که یعنی که عواملی که مثلا ناراحت کننده هستن اثر بیشتری میذارن روی آدم تا اینکه مثلا اگر که یه اتفاق خوب افتاده باشه و اتفاق بعد و اتفاق هم جفتشون هم توی یه مگنتود باشن با یه درجه باشن اتفاق بده بیشتر به دل آدم میشینه تاثیر ذهن آدم به ذهن آدم آره بیشتر ف... اثر بیشتری میذاره روی انسان بیشتر میشه سومیش رومینیشن یا نشخار فکری تو موقعی که نشستی اینقدر با خودت مرور میکنی که در موردش اپیزود رفتیم اینقدر خودخوری میکنی که مثلا من الان دارم وقتمو تلف میکنم الان مثلا به کارم نرسیدم توی اتروفیانم مثلا عقب هستم همینطوری این, این افکار رو توی ذهن خودت میپرورونی و بزرگتر از اون چیزیش میکنی که واقعا نیاز هست و چهارمیش ادپتیشن که میشه عادی شدن حالتهای خوشی اینطوری ای که تو خوشی خیلی سریع برای انسان عادی میشه آدم مثلا یه اکستریم خوشی که داره مثلا یه کامپیوتر نو خریدی سریع برات عادی میشه یا مثلا توی یه مثلا دوست جدید پیدا کردی سری شاید او اون برات عاد... شاید برات عادی بشه <تصفح> <تصفح> منتظر یا <برد تصفح> <تصفح> <تصفح> مثلا میدونی چی میگم ا... اینو احتمالا اکسپیرینس کردی شادمهر بهش اشاره میکنه چرا هرچی خوبه ایمی... زود تموم آره. میشه بچه بودیم آره یه بار انگلیسی بگو چی چی هیدانک ادپتیشن H E D O N I C کتاب آره پر از لغات نو نه آره من خیلی من هیچ چیزی فکر کردم که فقط نمیدونم شما هم پس نه هیدانک یعنی خوشی جالبه آره هیدانک ادپتیشن آره بعد یه در مورد کارهای اعتیاد آورم یه توضیح میده خیلی باحاله یه آزمایش انجام دادن دو... دو, تا گروه پروازی بودن که تعداد کسایی که توش سیگار میکشیدن اندازه هم دیگه بودن خب مثلا توی گروه پرواز. مثلا گروه خلبان و مهماندار و اینا خب و... تعداد کسایی که توش سیگار میکشیدن یکی بودن تعداد تقریبا هم که میشنن، میکشیدن تقریبا یکی بود یعنی اینا کانسامشن سیگارشون در طول روز عین هم دیگه بوده بعد اینا رو چیز میکنن از یه جا این دو تا ما بلند میشن یکیشون یه پرواز 12 ساعته داشته یکیشون یه پرواز 6 ساعته داشته خب پرواز 12 بعد از اینا هی سوال میپرسن که خب الان که شما نمیتونید سیگار بکشید چقدر دوست داری که سیگار بکشی خب این پرواز اینا با هم دیگه بلند میشن وسطای پرواز 6 ساعته میان اولش ازشون میپرسن چرا میخواین سیگار بکشیم میگن اوکی مشکل نداریم و اینا وسط های پرواز 6 ساعته که اون میشه 3 ساعت از اون که گذشته میازش ازش میپرسن میگن که آره مثلا بعد اون نمیاد این اولیا میگن ما اصلا نمیخوایم سیگار بکشیم 12 ساعته میگه ما نمیخوایم سیگار بکشیم 6 ساعته میگه که ما الان مثلا نیاز داریم یک ساعت قبل از نشستن پرواز 6 ساعته میپرسن میگن که داریم دیوونه میشیم ولی اون یکی هنوز به این, به این حسید حسید. خدا بزن خاکی مثلا هنوز زیادم نمیخوایم مثلا سیگار بکشیم میگه که اعتیادا اینطوری نیست که به مدت زمانی که از کانسوم کردن گذشته ربطی نداره به مدت زمانی ربط داره که تو چقدر دیگه میتونی دوباره به اون برسی آه. میتونی دوباره اون حرکته رو انجامش بدی خوب. میگه که مثلا این هم دقیقا یک ساعت قبل پروز دوازده ساعت هم یک ساعت قبل از اینکه بشینه ازشون پرسه بودن اینطور بودن که آره ما دیگه هم داریم دیوونه میشیم مثلا با آره رو بکشیم آره الان نیاز داریم که این کار رو انجام داری. این الان اینو گفتی من یه چیزی رو فهمیدم دلیل اینکه داری. ما به گوشی انقدر معتاد میشیم همینه چون اون لحظه ای که بتونی بهش دست پیدا کنی خیلی بتون نزدیکه تو در هر لحظه اراده کنید عجیبه در آوردی استفاده کردی این باعث میشه که بیشتر اعتیاد آور باشه دقیقاً به با تلویزیون اونجوری نیست دیگه همیشه که تو جیبت نیست آره اینو یه جای دیگه همین اینو تو طبیعت ما ببینیم دستشویی رفتنه شما مثلا خیلی دستشویی داشته باشی تا وقتی که به در خونه نرسیده باشی ممکنه خیلی اذیت این در رو که وا کنی ایشون حضور به هم میرسونه که اون چه میکنه آره این میمه شد فرات دیده چون خیلی نزدیکی به دستشویی آره آره انمیه همیشه همیشهم آدمو موقعی فکر می‌کنه اگه مثلا 5 دقیقه پیش من این حالتو داشتم مرده بودم درسته 5 دقیقه پیش تو اصلا حالت نداری چون از از فاصله داری حالا چیزی که هست همیشه حالا نسبت به مطمئنم یعنی توی مدت زمان طولانی آره از زمان مثلا زمان سیگار کشیدنم بگذره شاید و مثلا دلشون بخواد ولی میگه که اثر اصلی اون تریگر اصلی که وجود داره تا مدت زمانی که دوباره میتونی این کارو انجام بدی <میدونی> نمود از زمانی که میدونی. ازش گذشته مثلا یارو میدونی یه ساعت دیگه وسط فرودگاه زده زیر آتیش و زده زیر سیارو داره اشغال میکنه باش ولی اگر که مثلا پروازشون 24 ساعت بود شاید مثلا اینا دوباره هنوز به اون سطح از نیاز نرسیده بودن برای برای حالا استفاده کردن از اون و اینکه توضیح میده که اگر که میگه می که مثلا اگر که شما یه اعتیاد داریم به گوشی اون اعتیاد داریم خب <applause> میگه که یه جوری که میتونیم کنترلش بکنیم میگه که شما بفهمیم که اتیاد وجود داره اول میگه که درکش بکنیم که آره من به گوشیم الان مثلا روزی اگه 12 ساعت پای گوشی این اعتیاده و میگه موقعی که اون خواستنه که میخوای بری سمت گوشی به وجود میاد اول ببینیم چیه چی شد که من الان میخوام برم سمت گوشی حوصلم سر رفت یا مثلا یکی بهم زنگ زد مثلا رئیسم بهم زنگ زد اسام دوره از سر کار بیشتر خورد شد مثلا دلیل مثلا کار است یا مثلا چه میدونم توی تلویزیونی اخبار بد دیدم اسام خورد شد مثلا میخوام برم پایین یا اینکه حالا هر چیزی پشت چرا قرمز یک کلام حوصلم سر رفته خب ام. میگه که من نمیگم که دست به این گوشی نظر. میگه که موقعی که اون تریگر اتفاق میفته فقط ده دقیقه جلوشو بگیرید اگرم که بعد از اون ده دقیقه خواستید برید سر گوشی ها ام. اینه که ولی این ده دقیقه اول که شما جلوشو میگیری همون تریگره تمبینه. یه خیلی کمک میکنه که اصلا بعد از ده دقیقه یادتون میره محرک, محرک. تریگر سبب محرک, محرک. ام... که ام... بتونی از پسش بر بتونی از پسش بر و ود... اصلا ذهنتون درگیری یه چیز دیگه میشه مثلا این 10 دقیقه مثلا بعد دو سه دقیقه اصلا کلا یادتون میره میخواستید اون کار رو بکنید دقیقاً همین رو میگه میگه فقط 10 دقیقه. دقیقه جلو خودتون رو بگیرید میگه برای سیگار کشیدن هم همینه اگر که دیدید هنوز میخواین برین کارا رو انجام بدید ولی اول بفهمید که برای چیه یعنی چی شد که شما به اون حالت رسیدین و سعی کنید اون روت کازی رو پیدا بکنید <تص> و میگه که اگر که بتونیم حالا این رودکازا رو پیدا بکنیم حالا من توی اپیزود بعدی میگم که چه جوری میتونیم در واقع ایشون توضیح میده که اون چهار تا در واقع استراتژی که معرفی کرد چه جوریه و هر کدومشون چه معنایی میدن و چه جوری میتونیم ازشون استفاده بکنیم برای من خیلی جالب بود یعنی من به همه پیشنهاد میکنم که این مخصوصا اگر مثل من هستید حالا کارون داشت توضیح میداد که یکی از دوستاش فکر میکنه که مثلا میگفته که پرش فکر داره و اینا من مطمئنم که این مشکلات رو دارم حالا به خاطر اون کانسامشن زیادی از سوشال میدیا و مثلا الکترونیک و دیتا های مختلفی که سمت آدم میاد منم آدمی هستم که سریع دوست دارم همه چیز مثلا روی چیز داشته داشت باشم دم دستم داشته داشت باشم بتونم استفاده بکنم این کتاب رو حتما بخونید به صورت آدیو بوک آدیو هم وجود داره و خیلی هم راحت و رساس و اینکه یه سری تمرین هم داره یه سری جدول داره که میتونید انجام بدید که حالا هفته دیگه خیلی مفصلتر هر چهار تا استراتژی رو معرفی میکنیم و در صحبت میکنیم من در ادامه آخرین مطلبی که گفتی خب من این مدتی که روانشناس میبینم و به صورت مرتب یکی از بحثایی که حالا مطرحه قبلا هم توی خودکست گفتم اینه که من به صورت اعتیادواری همیشه نخون،, نخون ها می جویدن. بعد یکی از حالا یکی از روشهایی که ایشون معرفی کرد و مثلا به من گفت که امتحان بکنم این بود که همین که دقیقه ما می گفت وقتی که ناخونا میخوای بجوی ببین که به برو عقب ببین که چی تو رو مثلا عصبی کرد آره تحریکت میکنه از از, از چه از چه جایی میاد مثلا چه رفتاری دیدی یا مثلا صحنه ای بوده که تو رو خوشحالت کرد ناراحتت کرده چون یه حالتی بود که همیشه اتفاق می افتاد نداشت که من داون باشم خوشحال باشم اینا و به من گفتش که شروع کن اینا رو نوشتن ضبط کردن و اینکه چه تایمی از روز کجای خون است یا حالا اگه بیرونی پشت فرمونی اینا و هی می میگفتش که فکر کن این فکر کردنه و خب الان اگه حالا شما میتونید ببینید یه ناخون من در اومده این چندین سال بود من ناخونام به این شکل به این حد نرسیده بود اصلا <تصحيح> تاثیر داشته <تصحيح> ببین اصلا چقدر کمه ولی خب این واسه من اصلا یه اتفاق شب و روزه خب بعد می نویسی تحلیل می من بهش گفتم گفتم اصلا این نوشتن انقدر کار زیادیه برای من که من نمیخوام بخورم ناخونا به دیگه گفت ببین اصلا مهم نیست که چیه از مادامی که تو دیگه ناخوناتو نمیخوری برای من دیگه مهم نیست که تو چرا چرا نمیخوری من گفتم که من تنبلیمه چرا ناخورتا نمیخوری اگه نمیخوری در من مهم نیست که چرا نمیخوری دلیلش خیلی مهمه به نظر من خب نه ما دلیل رو فهمیدیم و بهش رسیدیم داره مثلا رو اون کار میشه خب مشاوره بوده برای من مهم نیست اون یه چیز جداگونه است ولی یه 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 اپروچ دیگه ای که داشتیم بود که آقا شما باید یادداشت بکنی بنویسی این خودش یه کار اضافه به تو اضافه میکنه و من توسط این که فکر کردم هر دفعه که بعد ناخون میخورم باید فکر میکردم او این از کجا میاد حالا شروع کنم نوشتن ساعت رو یاد داشت کنم مکان رو یاد داشت بکنم این خودش آروم آروم باعث شد که من دیگه این کار انجام ندم این نوشتن چقدر کمک میکنه بعد از 27 سال انشالله که پایدار باشه به دنیا علاقه. اومده دیگه نوزاد بودی شروع کرد تقریبا هیچ <تص> یادش <تص> نیست من ناخون داشته باشم هیچ وقت آره نرفت ده گوشه لخ مود بامن که نخواست بره عقب توی کودکیت ببینیش چرا رفتیم آره میدونید که از کجا شروع کردی یه چیز تیر و هست ولی در رسیدگی میشه آره این خیلی خوب اگه به اونجا ها میرسن یعنی مشاوره خبره ای آره حاضقه شون حاضقه آره دیگه time management is pain management جمله کلیدی امروز بفرمایید اینجا اینجا الله من نمیخوام بگم اگه میشنوید اینجا دارن تمام شرط تو آتیش اگر که ما شدت دیروز خیلی نمیدونم دیروز خونه بودی آره آره خیلی زیاد بود من فکر کردم یه تو... ترافیک شد یهو آره. نمیدونم چی احتمال تصادف عجیبی شده بود رو پل بعد یهو شروع کرد بعد دیدی دو مدل بوغ داره یه بوغ تیز داره که آسست. مثلا فوش مادر پوششه <تصفح> که برو کنار یه بوغ اینطوریه مثلا یه آژیره بعد یه بوغ میزنه این بوغ, آره. بوغ که میزنه نزدیک میشه یعنی بیاد برو <تصفح> خیلی حرفا پشتشه بگو ایزم میخوای تو بگی تماس که از ساختمون ما ساختمون گرفتن این نه فلوریدا روز پیش با من تماس گرفتن که آیا شما برای هشت اسم صبح یکی آیا شما برای هشت صبح اسمتون نوشتین برای سخر خیر من ننوشتم ما اسمتون رو اینجا داریم شمارهتون هم داریم و نوشته و اینا من اینطوری بودم که والو به قرآن من عوض بودم به خواهرم فکر بودم خواهر من به صورت ایلیگا به خاطر اینجا زندگی نمی کنه مثلا اومده استفاده کرد و اینا چون شمار تلفنی که ببین توی اون در واقع دفتر دیتابیسی که وجود داره شماره من و خواهرم وجود داره اونجا بعضیش پرسیدن که مثلا گفتم اینجا زندگی نمی کنم فلان اینا فکر بودن که بعد جواب ندادن سنگ زده بودم این خواهرم صحبت کرده بود گفته بود که نه مثلا برادر من زندگی میکنه به اون زنگ بزنی سنگ به من گفتم ببین من تابه از اون توی یک سال گذشته از استخ زده نکنم جیمو میرم ولی استخ رو استفاده نکردم و اینا با گفتم نکن سن هر کی رفت تو کر می و اینا ببین دیگه پیگیر شدم قرار قر... تو دوربینا چک بکنم ببینن که کی این کارو کرده خب بعد امروز اومدم صبح برای بچه‌ها داشتم توضیح دادم که آره نمیدونم داستان چی و اینا میگه من نوشتم نه 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 این اینو بگو اومد شروع کنه فوش بد دادن آره گفتم نمیدونم کلو فلو فرو شدی مثلا رفتم من بودم یعنی چی من بودم من نوشتم گفتم خب چرا برای چی میخواستم شلوغ نشه نه چون تعداد مکسیموم که مثلا میتونم برن توی استخ مثلا پنج نفره دو نفر مال خونه خودشون نوشته دو نفر هم از خونه ما گذاشته که دیگه کسی نیاد <applause> <applause> که یک نفر ماکسیموم بود ناخالص این کار این کار غلطی بود من اگه میخواستم درست هم این, کارا... این کار غلط رو انجام بدم باید بهشون میگفتم این اشتباهی من بود که من آره حداقل به من میگفتیم نه ولی اینطوری بود که ما مثلا یه سه شنبه شبی ساعت ده که رفته بودیم جیم دیگه ده میبنده برای فردای روز خودش دیدیم هفت هشت کسی نیست و این فراد ما اون موقع زدیم و لو هم رفتیم <تصفح> فکر نمی کردیم کردن؟ نمیدونم چی شده بود من مثلا فکر کردم که خیلی گفتم شاید سن یه درصد در در <تصفح> <بدم> مثلا <که تصفح> گفتم شاید مثلا در <تصفح> در <سن تصفح> یه درصد <سن تصفح> یه اه، فرادی سیستم دیت. آنلاین نیست یعنی تو رو دیوار می نویسید رو کاغذ دفتری دارید شما رو هم نمی نویسید اینا نویسی. شما به ما نه رفته آن. از تو یه فامیلی فامیل بهشتی دیگه نه 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 شماره رو یونیت رو یونیت رو زدم می نویسه کار نبرم پیدا میکنم دست رو شد تاش. بعد حالا نمیدونم من فکر کنم مثلا شاید یه کووید کیسی چیزی بوده یکی اسم مثلا اشتباه نوشته و اینا خواستن مثلا به اون بگن دوش اکسپوز شدین و اینا ولی دیگه هم به من زنی نزدم ولی تو دوربینا دنبالتن من اون روز رفتم جیم بعد یه بیلینگ منیجر اونجا بود بعد رفتم باهاش سوال کردم گفتم چیه داستانه گفت نگران نباش ما دیدیم اسمتو تو اونجا سو اینا میخواستیم ببینیم که واقعا رفتی یا نه من گفتم دیگه نپرسین یعنی اونم نمیخواست توضیح, توضیح بده ده. که چرا و گفتش که نه حالا ما پیدا میکنیم ببینیم داستان چی بوده خلاصه اگه اومدم بالا سرت و من میگم من نمیدونستم و میدم به ب... کنم آره خلاصه این داستان خیلی خنده دار بود بچه شای هم خوبه که شما همسایه هستی ولی ایده قشنگه یعنی که به ذهنش میرسی ببین چه چیزهایی دیگه ای بزنش میدی برای کرده و ما نفهمیدیم حسنک سر رفته بوده اون موقع <تصفح> که رسی <دارست. تصفح> بگو ای همسای... اه... از ایشون به ما یه شیرینی و یه ساندویچ هم رسیده من محمدم به آپارتمان خودمون رو بنوستم چهار نفر رایی دم اقلانی نیست خب به یه یه خوابه که چهار نفر گفتیم بیاریم ایمانم بیاریم تو این کار و بگیم برزه عمر بکنیم که داری حق بقیه رو میخوری بابا میگم ده شب بود صبح خب تو صبح فردا صبح هفتهش بوک کردی احتمالا برای یه بابایی رفته مال اون صبح بکنه. من کسی کجا راست میگیم. یارو صبح میتونست بیاد اسمش رو بنویسه حالا اینو بهت بگم خودشون هم نرفتن بابا بیدار شدن دیدم هم رو هم مارو بعد کردم یارو بابا کو صبح رفته اونجا دیدی که اسمش رو کسی نیست به یه قانون هست اگه ده دقیقه بعد که اونجا باشی شخص نمیده میتونی لخشی بری تو لخت ها؟ آره این قانون هم هست دیده رفته موجی رو آب نبوده یارو پیستاف شده خب بچه رو به فرزاد زنگ نزدن آره به منم زنگ نزدن خب شاید بعدی بوده اینو اول گذاشته بوده نه ایشون دو نه یه دلیل دیگه ای داشت نمیخوایم بدونی خطا احتمالا اسم دو نفر خودت نوشتی دیدن خطا این یه همه سعی کردم دو مال ایمان رو ندارم اون یکی رو خودت نوشتی بودیدم خودت آره دیگه شاید از رو خط آخه نمی خب بازم باید به اینم زنگ می‌زدن دیگه آره. هر چیزی هست یعنی دو نفر آره. با هم آره. رفتی اون استخر رو نه منم یک سالی اصلا با... نه آخرین بار با هم رفتیم فکر کنم آخرین بار آخری با هم رفتیم اون سال وقتی که بوده ولی فکر کنم میدونن تو لخ نمیشی آره من هر موقع میرم با آره لباس میرم تو میدونن فکر کنم وقتشه که ما الان بریم اینوستیگیت کنیم ببینیم آره بله حالا در مورد جالب یه خبری خوندم این دفعه مال واشنگتن آمریکا بود دی سی بله، یه بله. پدر در مورد پدره بود که واقعا جایزه داره ایشون برای تخت دو طبقه فرزندشون رفته بودن از توی یک محل بازی بازی پارک و اینا یه دونه سرسر دیویز کیلویی یا یه جا کند زده بودن زیر بغل و برده بودن خونه و گذاشتن البته حالا سرسره بزرگی هم نیست ولی خب سنگین و گذاشتن گره تخت به تخت که بچه صبح بیدار میشه بیاد دو سرسره پایین با رقص یا تو سرسره من که حال کردم با کار پدر سرسره بابا کار شما بعد بابا کار شما سرسره دوست داری آخه یه چیزی این شکلی هم هستم نه این آره. بعد رفتن چیز کردن دیدن آقا سرسره نیست تحقیق اینها و پلیس پیدا کرده به دیدن سرسره <تصفح> اینو گفتی من یادم آمد یه بابای دیگه یه آقای یه دختری داشته که این خیلی عاشق فرهنگ کره جنوبی بوده بله مثلا انیمه ایناشونو میدیده و اگه دارن پاپ آره خیلی دوست داشت این داستان بعد پدره میخواسته به دختره حال بده برای تولدش میره اتاقش رو با تم مثلا کره جنوبی تزین کنه و اینا چون خیلی هم آشنایی نداشته عکسی که روی دیوار مثلا زده بود و اینا عکس رهبر کره شمالی رو زده بود کیم جونگ اون چیه چون کلا هر مثلا شرقی که پیدا کرده رفته عکسش رو زده بود بعد این میم شده بود و کلی طرف مرد رو مسخره کرده بودن که بی دختر دختره زنجیره تو دیوار یه قلب کردم. یه خبر از فلوریدا داریم بعد از خیلی وقت درصد تو آمریکا یه مراسمی هست توی فکر میکنم مدرسه و حالا دانشگاه هم بشه به نام هوم کامینگ خب ما تو کانادا نداریم شاید من دقیقا نتونم چرا بعد ده سال هوم کامینگ میگیرن دیگه گرادای اون سال فرق داره نگرفتم خب آره شاید هم اینم هم همونطوره امسال این ما مال ما سال دیگه میشه, میشه. ان شاء دعوتتون می‌کنن برید مدرسه آره آره ببینن یعنی که هر سال دارن اون برنامه رو که در سال آره الان خب آره بعد مثل اینکه تو یکی که سال پیش اونجا اینکه مدرسه نو باشه نو بعد حالا من دعوت کن من خودم شخصا زیاد آشنایی ندارم که چه جوری و اینا ولی مثلا اینکه مثلا مسابقه های مختلف هست تو این هوم کامینگ کی مثلا بهترین فلان و اینا بعد حالا این برای های اسکول بوده که این اتفاق افتاده یه دختر های اسکولی که میخواسته مثلا مقام کوین یا حالا رو نمیدونم اون مسابقه رو بگیره تو اون سال برای هوم کامینگ زیباترین رو بشن. آره یه همچین چیزی که که بر اساس رعی گیری هم انگار هست مثلا بچه های اون سال میرن رعی فلان روی آنلاین رای میدادن بعد ایشون توسط اکانت مامانش که مامانش هم توی خود توی مدرسه دبستان در واقع معلم بوده به توسط اون نوع اکانتی که مامانش داشته تو سیستم آموزشی فلوریدا تونسته دست, دست پیدا کنه به اکانت یا حالا یوزرنیم نیم پسورد دانش آموزه حالا هم در واقع هم دوره یاش و بره به خودش رای بده اینو ده سال پیش دانش آموز بودن دید. آره آره به خودش رای بده و خودش رو کوین بکنه توی اون مسابقه و که متوجه میشن و هم مادر هم دختر به در سر میفتن زندان و آره <applause> <آه تصفيق> سر یه هم کامی چیز آه مهمی هستن خب ای این بس 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 فیلم به خاطر آه آه این بوده که آره دسترسی پیدا کردی به دیتا خب باید اون سیستم ادمینه رو باید برن خیلی کش حالا این ولی آره اینم هم نکردی که رفتی لاگین کردی این سری چیز نبود. اطلاعاتی که بهش مربوط نبود، بهش دسترسی پیدا کرده. کروکودیل نبود. عجیبه یعنی مامانه در اصل میتونست دسترسی پیدا کنه یعنی سیستم یه مشکلی داشت که این جای بقیه میتونه رای بده خب ایشون هم این کارو به این میگن اکسپلویتینگ د سیستم واو تمام نه دا دیگه داره به قیافش نمیخوره احساس میکنم نداره الان نه یه, یه, خ... یه خبر هم کنم هم... مالا چیزه از تو آنتریو اومده که یه سگیه که صاحبش رو نجات میده صاحبش در واقع یه سیجر اتک میگیره تشنج تشنج, تشنج... چی میگن؟ سر سیجر سر نه انگلیسی سیجر, سیجر. انگلیسی شو s e i z آها, اه، آها. سیز کردم. آره مثلا میافتی رو زمین و تکون و اینا بعد این سگه میخواید نشون بدم یه باقالی بیار <تصحان> بعد سگه جالبه فید... فیلمش هم هست اه... اه... که تو... تو خیابونی که داشتن راه میرفتن سگه خوب متوجه میشه که صاحبش این اتفاق براش افتاده و یه ماشین که داشته رد میشده خود سگه میاد جلو ماشین و ماشین رو نگر میداره که اقا مثلا من صاحبم یه طوری شده و گفته شده جونش رو نجات داده چون واو واو سگ, سگ با محبت ساچه با بریدشی بوده؟ نه نمیشته ولی بله از این سگ سفید بزرگ خوشکلاتی چیز میشه؟ معروف میشه اینجور سگا میری مثلا نمیدونم دیدید یا نه بعد از اینکه یه اتفاقی افتاده بود توی حالا بوپوی جنگ حالا آمریکا و عراق و اینا بود که رفته بودن گرفته بودن عراق و یه عملیاتی به وجود میاد یه سگ یه کار هیرویکی انجام میده بعد این سگه رو نشون میدن و اینا مقدار خریدن این سگه تو آمریکا مثلا یهو چندین برابر میشه بعد اومد خود آرمی چیز آمریکا اومد اعلام که دادش اینا رو نخرید اینا جمجمتون رو میجوان اینا اگه مثلا حواستون نباشه درست ترینشون نکنی ام. یه کاری یه بلایی سرتون میاره بعد جسد جمع کن نه 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 یه سید عجیب خاصی بود که اومدن خودشون گفتن یا تو رو قرآن اینا رو نخرید اینا برای تربیت شدن مثلا انت متخصص رو اینا کار کردن تا تونست این کار رو انجام بده شما نمیخواد برید مثلا بگی بیر بیاره تو یخچال آره خلاصه تو افتاده بود بله تمام خیلی هم عالی دوستان عزیز دم همه گم مرسی که با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخوایم با ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ